سلام به کانال سان اکسپرینس خوش اومدین دیگه بهار شده یواش یواش اینجا و شکوفا در اومده خیلی قشنگ شده یعنی اینکه میگن ایالت چهار فصل واقعا چهار فصل ها یعنی اینقدر که اینجا رنگ های قشنگ شکوفا های قشنگ من دیدم اون پنج سالی که تو فلوریدا بودم ندیدم توی این ویدیو میخواستم راجع به یه موضوعی هست به نام مالتی که و چند تا واژه مشابه با این که میخواستم راجع به این موضوع براتون صحبت بکنم چهار تا واژه اولش هست که میخوام بهتون بگم که این چهار تا واژه بعضی موقع شاید کسی اطلاعی از اون واژه نداره یا مثلا اشتباهی به جایی که اونو بگن این یکی رو میگن واژه مولتی تاسکین که احتمالا زیاد شنیدین یعنی که همزمان بتونید چند تا کار رو که نیاز به توجه داره همزمان با هم انجام بدید اینو معمولا همه مثلا میگن که آره من مالتی تاسکینگ انجام میدم و چند تا کار میتونم همزمان انجام بدم یه تغییر انجام شده میگه تقریبا شاید 3 درصد از کل جمعیت دنیا هستن اینام هم نشون تو پرنده ها دارم برمیگردن خیلی قشنگ <تص> داشتم اینو بهتون میگفتم مالتی تاسکینگ اون مالتی تاسکینگی که بتونی چند تا کاری که نیاز به توجه داره رو همزمان انجام بدی یه تغییر انجام شده گفتن که فقط سه درصد از مردم هستن که میتونن این کار رو انجام بدن و اصطلاحا به اونا میگن سوپر تسکر یعنی کسی که میتونه واقعا چندین کار رو همزمان انجام بده که حالا اون مقاله‌ای که راجبش خوندم هم اینجا براتون عکسش رو میذارم لینکش هم پایین توی توضیحات میذارم میتونید اصل مقاله رو بخونید اون میشه مولتی تاسکینگ که خیلی موقع اشتباه گرفته میشه با یه واژه دیگه اون واژه دیگه چیه اسمش هست سویش تاسکینگ سویش تاسکینگ یعنی چی یعنی که شما بین چند تا کار مختلف رو سویچ میکنید از این یه ذره انجام میدید میری، از اون یه ذره انجام میدید از این یه ذره انجام میدید و همینطور بین این کارهای مختلف سویچ میکنید که این یه کار اشتباهیه و باعث میشه که خیلی اتفاقات بیفته که تو این ویدیو حالا راجعش صحبت میکنم براتون یه کار دیگه که انجام میدن یه واژه دیگه هم که میخوام بهتون بگم اسمش میشه از بک تسکینگ بک تسکینگ یعنی در واقع شما یه کاری که نیاز به توجه نداره رو شروع میکنید میذارید کنار دیگه نیاز به توجه نداره و بعدش میرید کار بعدیتون رو انجام میدید به میگم بک تسکینگ مثلا تو کار خودم میگم مثلا بعضی موقع من نیاز هست که یکی از اون رو مثلا کالیبره بکنم مثلا سه ساعت طول میکشه میذارم کالیبره بشه دیگه ول میکنم میرم کارهای بقیه رو کاره انجام میدم این میتونه یه مدار حالا تو کار توی زمانتون سیو بشه ذخیره بکنه زمانتون و این از این جهت بد نیست کار بدی نیست یا مثلا خیلی مواقع هست شما توی یک کاری به یه مهارتی رسیدین و میتونید یه جوری شروعش بکنید و دیگه فراموشش کنید برید بقیه کاراتون رو انجام بدید یعنی در واقع اون کار باید نیازی به توجه شما نداشته باشه لغت بعدی اسمش هست مونو تاسکینگ اسمش یعنی شما توجهتون رو میذارید رو یه کار و همون یه کار رو انجام یعنی می میگم مونو و این چیز خوبیه چون تمام, تمام تمرکزتون رو میذارید روی یه کار و همون یه کار رو به طور مفید انجام میدید. برای همین سویچ تسکی من این کتاب رو میخوندم حالا عکسش هم روی تصویر براتون میذارم تو اون کتابه یه چیز جالبی که بهش اشاره میکرد این بود که یعنی یه آزمایشی که جالب بود و میگفت میتونید انجام بدید اینه که مثلا یه جمله رو بنویسید مثلا من الان به شما میگم که جمله مثلا بنویسید الان روی تصویر هم براتون می‌نویسم مثلا بنویسی سویچ تاسکین کار خیلی سختیه همین الان اگه کاغذ و یه قلمی همراهتون هست میتونید اینو بنویسید و بعدش زیرش توی خط بعدی مثلا از شماره یک تا 25 بنویسید اگه این دوتا رو به صورت جدا انجام بدین حالا زمانش رو بگیرید ببینید مثلا چقدر وقتتون گرفته شد که اینو انجام بدین حالا بیاین یه کار رو دیگه بکنیم کار بعدی اینه که بیاین توی این آزمایش بعدی اینه که از هر کدوم یه چیز رو بنویسید مثلا از بالا که دارید می‌نویسید سویچ تاسکینگ فقط سه رو بنویسید بعد بیایم پایین شماره یک رو بنویسید برگردیم بالا و رو بنویسید برگردیم پایین دو بنویسید و این کار رو همینطور انجام بدید یعنی هی مرتب بین این دوتا سویچ بکنید و خودتون می‌بینید که چه تفاوت چقدر زمان میبره این کار رو انجام دادن بعد در واقع سویچ تاسکینگ چند تا ایراد داره که چهار تاش از همه مشخص تر و اینه که واضح تره در واقع اولیش زمانه یعنی شما زمان خیلی زیادی رو از دست میدین وقتی سویش تسکینگ انجام میدین این یکی از ایراداتشه ایراد بعدیش کیفیت کارتون میپاینه یعنی شما اگه بینید یه کار و یه کار دیگه هی, هی سویچ بکنید کیفیت کار درست نیست الان تو این مثالی که زدم شما اگه دستخطتون رو نگاه کنید تو اولی و دومی مقایسه بکنید خیلی تفاوت هست مورد بعد این که استرس ایجاد میکنه شما وقتی چندین کار میخواین همزمان انجام بدین یه استرسی براتون ایجاد میشه که حالا مثلا اینو باید انجام بدم و اونو انجام بدم اینم یکی دیگه از ایراداتشه ایراد بعدیش هم انرژی که از دست میدین یعنی شما این کار باعث میشه شما انرژی بیشتری رو مصرف بکنید تا بخواید اون کار رو انجام بدین و حتی گفتن که مثلا شما وقتی کاری رو بین مثلا بین کاراتون و اون کاری که انجام بدین سویچ میکنید یه مقدار ذهنتون طول میکشه تا از کار قبلی که داشتین انجام میدادید ذهنتون یه ذره رها بشه و کار بعدی رو بخواید شروع بکنید این یه مقدار زمان میبره و این باعث میشه که این سویچ تاسکی میگن کار خیلی خوبی نیست که انجام بدید من رسیدم اینجا که خیلی قشنگه گفتم یه بار دیگه دوربین رو برگردم نشون بدم واقعا این همه زیبایی رو آدم می‌بینه از نزدیک باورش نمیشه فکر می‌کنه توی کارت پستال داره قدم میزنه حالا کاری که من خودم انجام میدم چیه من سویش تسکین رو حقیقتا خیلی دوست ندارم کاری که انجام میدم من واقعا منو انجام میدم قسمت های زیادی از روزم رو اونجوری میگذره و چطور اینو انجام میدم با تکنیک تایم بلاکینگ که همه باش آشنایی دارین بارها گفته شده تایم بلاکینگ یعنی که آقا شما یک بخشی از وقتت رو در, طول روز اختصاص میدی به اون کار و اونو توی تقویمت مینویسی من الان تقویم حالا اگه تو زندگی شخصی باشه توی تقویم گوگلم اگه توی زندگی کاریم باشه که توی همون تقویمی که ما از اوتلوک استفاده میکنیم توی تقویم اونجا نوشتم مثلا اول صبح کاملا مشخص میکنم که این, این چارتا این پنجتا کار این کار رو باید انجام بدم اونا رو می میسم توی تقویمم و وقت براش اختصاص میدم مثلا میگم این اینقدر زمان لازمه که من این کار رو انجام بدم و اونو میذارم تو تقویمم یعنی من تصمیم میگیرم که زمانم رو چطوری خرج بکنم نه اینکه مثلا یه یه وسط روز یه کار پیش بیاد مثلا یکی بگه این کار رو انجام بده یا اون کار رو انجام بده و موقعی هم که اون زمان رو اختصاص میدم که اون کار رو انجام بدم حواس پرتی ها رو میذارم کنار گوشی رو میذارم روی سایلنت یا میذارم توی اتاق دیگه یه جوری باشه که اصلا در دسترس هم نباشه گوشیم چون میدونم گوشی اگه در دسترس باشه دیگه کارمو نمیتونم خوب انجام بدم تیمز رو می‌بندم، اما خب کامیکیشن هامون رد و بدل کردن پیام اون توی شرکت اون از طریق تیمز تیمز رو کلا می‌بندم ایمیل هم کلا می‌بندم که صدای ایمیلی که میاد رو نشنوم دیگه و تمرکزم رو می‌ذارم روی اون کاری که دارم انجام میدم انجامش میدم و تمام پس در اول روز حالا باز به اینا همه این ویدیو هم, هم دیگه ربط داره چون گفتم دارم یه سری ویدیو راجع به درست میکنم اینا اینم بهشون داره توی اون ویدیو اگه یادتون باشه گفتم بهتون که ما میای مثلا میگیم سه تا حالت داریم دیگه مربی بازیکن آنالیزور اول صبح مربی هم دیگه میگم آقا این پنج تا رو باید انجام بدی در طول روز دیگه میشم اون بازیگره یعنی چون میام اون چیزا رو تصمیم گرفتم که حالا آنالیزور که آنالیزور اونه که میگه اوکی از تقویم استفاده کن اینا رو بذار تقویم تا کارتو بهتر انجام بدی ولی دیگه در طول روز به هی بر نمیگردم بگم الان میخوام چی کار کنم هی مثلا سویش کنم نه صبح تصمیم گرفتم بعد از اینکه میتینگ های صبح تموم میشه تصمیم هم گرفته شده که چه کارهایی رو قراره انجام بدم و دیگه نیازی نیست برگردم و فکر کنم که کدوم قرار انجام بدم یا چی مگر اینکه حالا یه چیزا مورده خیلی خاص پیش میاد مثلا منیجرم ممکنه بگه که این کار مثلا خیلی مهم باید مثلا تا فلان موقع انجام بشه یه استثنا اینجوری قائل میشم ولی در بگم درصد خیلی زیاد از مواقع خودم تصمیم گیرنده هستم برای زمانم که چطور ازش استفاده کنم دوست داشتم این ویدیو رو باهاتون به اشتراک بذارم اینم هم میذارم توی همون پلی لیست مربوط به پروداکتیویتی راجع به این موضوعات همونطوری که گفتم میخوام بیشتر صحبت کنم و اون پلی لیست رو کامل کنم امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه هر چیزی زیاد گرفتین این ویدیو رو لایک کنید کامنت بذارید با کسایی که دوست دارین به اشتراک بذارید تو ویدیو بعد میبینمتون تا ویدیو بعد آخه اینجا چقدر خوشگله یعنی هر چی بگم نمیدونم این زیباییش داخل ویدیو خوب میفته یا نه اصلا از نزدیک چیز دیگه است یعنی به نظر من دو تا از ایالت های خیلی زیبای آمریکا یکی همین ایالت اورگن یکی هم ایالت واشنگتن یعنی دقیقا چهار فصل ها یعنی هم فصل تابستون هم فصل پاییز هم زمستون هم بهار رو شما لمس میکنید دقیقا و اون چیزی که ما اصلا پنج سال توی چیز بودیم توی فلوریدا بودیم اصلا نهیدیم اینا اومدن عکس های نامزدی بگیرن و از طرف از دوربینش مشخصه که داشتم عکس میگرفتم فکر کنم افتادم تو عکسشون بریم من دوربین رو بردارم از توی ماشین و بریم چند تا عکس خانوادگی بگیریم و ببینیم چی میشه